سلام و عرض ادب خدمت همه دوستان عزیز. این روزها درباره تسلیحات ایران خیلی ها صحبت میکنن. بعضی ها هدفشون ایران هراسیه، اصلا میخوام بگن آقا این کشور خطرناکه، فلان بیساره. بعضی ها واقعا در حوزه تسلیحات سازی یک رقیبی رو در مقابل خودشون میبینن، نه یک رقیبی که مثلا دنیای اینها رو بخواد در حوزه اقتصاد به خطر بندازه، نه یک رقیبی که میتونه بازی رو شروع بکنه بیا جلو و بعد در نهایت حرفی برای گفتن داشته باشه اساسی. برخی احساس میکنن نقشه راهشان با تسلیحاتی که داشتن پیش میرفته تا دیروز الان به چالش کشیده شده. این تسلیحات با هزینه ارزان با شرایط بهتر داره اونا رو به چالش میکشه. من فکر میکنم فارغ از همه اینها، اون مسئله‌ای که نباید فراموشش بکنیم این هست که یک ترسی فراتر از همه اینها طرف مقابل رو گرفته و اون هم اینه: با تسلیحات کنونی، با سلاحایی که داره، با دارایی‌هاش، با این امکانات، نظم دنیا به ویژه نظم منطقه ما رو به خوبی معماری کرده، به خوبی همه چیز رو تعریف کرده. الان چیزهایی داره می‌بینه که اینا این پیام رو داره بهش مخابره می‌کنه که این نظم می‌تواند به طور کامل تغییر بکند. می‌خوایم بریم بخشی از یک برنامه رو با هم ببینیم. این برنامه درش دارن درباره تسلیحات ایران صحبت می‌کنن. می‌خوایم با هم همراه بشیم ببینیم که چه نکاتی درباره ما داره گفته میشه. إيران تستطيع الانتقال من بوشهر إلى السواحل الأمريكية. في استعراض لقدراتها العسكرية، أكد قائد الحرس الثوري الإيراني حسين سلامي أن الحرب عن بعد هي حرب المعدات والتكنولوجيا، وقد نجحت طهران في الحصول على هذه القدرات. وقال إن بلاده تمتلك منظومة الدفاع الأكثر اكتمالاً على جميع الأصعدة، وفي مقدمتها صواريخ وسفن مزودة بتقنيات الذكاء الاصطناعي ذات الدقة العالية التي تؤهلها للحرب في البر والبحر. خیلی خوب، بخشی از این صحبت رو با هم دیدیم، اجازه بدید با هم بررسی بکنیم. یکی ایران میتواند از بوشهر به سواحل آمریکا برسد. ایران میتواند از بوشهر به سواحل آمریکا. من اول فکر کردم میخواد بگه میتونه از بوشهر به مثلا داشته های آمریکا در منطقه برسد. بریم ادامه شو ببینیم. در راستای نمایش توان نظامی ایران، فرمانده نیروهای مسلح ایران تاکید کرده که جنگ از راه دور جنگ تجهیزات و فناوری است و تهران موفق شده به این قدرت دست پیدا کند. وی گفته کشورش به یک پدافند دفاعی دست پیدا کرده که در بیشتر زمینه‌ها کامل است و در مقدمه آنها موشک‌ها و کشتی‌هایی مجهز به فناوری هوش مصنوعی با دقت بالا قرار دارن که امکان رزم در خشکی و دریاها رو دارن. فکر کنم اینجایی که میگه اینا میتونن از طریق بوشهر به آمریکا برسن، احتمالاً منظورش همچین چیزی که اون موشکی که برده بودن روی کانتینر گذاشته بودن، میرفت توی مثلا کشتی اقیانوس پیما مستقر میشد، از اونجا هر نقطه‌ای رو تا 1700 کیلومتر اونورتر میزد. شاید به همچین چیزی میخواد اشاره بکنه. حالا باید بریم جلوتر ببینیم منظورش چیه. فقط من نکته ایرم داخل پرانتز خدمت شما عرض بکنم. الان در حوزه نظامی بعضی ها دارن درباره این صحبت میکنن، میگن حتی ایران از ساخت همچین موشکی هدفش این نبود که چیزی رو ببره روی کانتینر بذاره، بعد ببره روی یک اقیانوس پیما سوارش بکنه بره آنسوتر هدفی رو تهدیدش بکنه، حالا یا توی جزیره دیگو گارسیا یا جای دیگر. هدفش این نبوده. هدفش چی بوده پس؟ خدمت شما قبلا عرض کردم بخشی از چیزایی که ما داریم انجام میدیم کامل کردن یک پازله. آقا این قطعشو برو بساز، اینو آماده کن، اونو بساز، اینا که کامل شد سر همش کن. بعضی از اینا الان میگن اصلا ایران داره روی همون مسئله بی سرنشین های دریایی کار میکنه که این بی سرنشین های دریایی برد چند هزار کیلومتر داشته باشه، این بی سرنشینه بره تو اون نقطه مورد هدف اون موشکو شلیک بکنه. بی سرنشینه تو چند هزار کیلومتر ببریم اونورتر، از روی اون بی سرنشینه این موشک با برد 1700 کیلومتر رو بزنیم. حالا تو ضربه دردناکی زدی، اگر اونجا پیداش بکنن مورد اصابت هم قرارش بدن تو آسیب کمی دیدی. تو اون جنگ افسری که برای اون هدف تعریف کرده بودی رو از دست دادی.
بعضی از کسایی که الان دارن درباره عملیات اخیر ایران صحبت میکنن دارن به این اشاره میکنن. بریم ادامهش رو با هم ببینیم. اطلقت صواريخ باليستيه بعيده المدى بمدى يصل الى 1700 كيلومتر من سفينه حربيه تابعه للحرس الثوري للمره الاولى اثناء وجودها في المحيط الهندي في خطوه جديده على طريق تطوير برنامجها العسكري. في الوقت نفسه تتمدد إيران وتتوسع في بسط نفوذها على أكبر مساحة من الجغرافيا في الشرق الأوسط اعتمادا على الميليشيات المسلحة المنتشرة في عدد من الدول وهي اليمن ولبنان وسوريا والعراق، وتسعى من خلال تلك الفصائل إلى ترسيخ وجودها وتحقيق أهدافها ومصالحها في المنطقة. خیلی خوب، بریم ادامهش رو با هم ببینیم. که ایران برای اولین بار موشک بالستیک برد بلند با برد نزدیک 1700 کیلومتر از یک ناو جنگی سپاه در اقیانوس هند به عنوان گام جدیدی از توسعه برنامه نظامی خود شلیک. شبیه همون چیزی که من به شما گفتم، میخوام این ایده رو تستش بکنم. اول بردیم گذاشتمش روی یک ناو ببینیم چی میشه. ادامهش رو ببینیم. یه همزمان ایران به دنبال گسترش بیش از پیش نفوذ خود در جغرافیای خاورمیانه است. الان این کشتیه رو برداشتم بردم کانتینر گذاشتم روش موشک شلیک کردم، نفوذم تو خاورمیانه رو میخوام زیاد بکنم. خب تو خاورمیانه که برد موشکاش به همه جا میرسه. حس میکنم این از اون جملاتی است که در این گزارش کاشته شده به جهت اینکه مخاطب عرب زبان وقتی این رو میشنوه یک حس نگرانی از بابت ایران بهش دست بده. ادامهش رو ببینیم. میگه داره تلاش میکنه نفوذش رو در منطقه خاورمیانه زیاد بکنه، از شبه نظامیان مسلحش داره استفاده میکنه. اینا در برخی کشورها هستن، در یمن هستن، لبنان هستن، سوریه هستن، عراق. وقتی اینا میگن شبه نظامیان ایران، شبه نظامیان همسو با ایران توی لبنانن، توی سوریان، توی عراقن، توی یمن هستن، من با خودم تنها چیزی که به ذهنم رسید که چقدر اطلاعات اینا درباره ما ناقصه. چقدر اطلاعات اینا در اینا روزی که بخوان درباره ما با واقعیت روبرو بشن چیکار میخوان بکنن. بریم ادامهش رو ببینیم. میگه ایران تلاش میکنه از طریق این شبه نظامیان حضور خود را در منطقه تحکیم بکند، اهداف و منافع خود را در منطقه محقق بسازد. حمایت از شبه نظامیان از طریق هماهنگی و تأمین منابع سلاح و آموزش و اطلاعات نظامی توسط سپاه پاسداران داره صورت میگیره. بریم ادامهش رو ببینیم، ببینیم که دیگه چیا داره درباره ما مطرح میشه. الميليشيات الإيرانية تركز على استهداف الوجود الأمريكي في كل من العراق وسوريا بهدف دفع واشنطن للانسحاب من البلدين، فيما أعلن الحوثيون دخول الحرب بشكل مباشر عبر إطلاق صواريخ باليستية ومسيرات من اليمن صوب إسرائيل وتعطيل الملاحة الدولية في أهم الممرات المائية. خیلی خوب، بخشی از این گزارش رو با هم دیدیم. چقدر تلاش میکرد که با هیجان ارائه بده و حس میکنم که هیجانش داشت خرج ترسوندن مخاطب از ایران میکرد. شما همچین حسی بهتون دست داد. بریم ادامهش ببینیم. میگه که شبه نظامیان وابسته به ایران روی حضور آمریکا در عراق و سوریه متمرکز شدن. هدف آنها وادار کردن واشنگتن به خروج از این دوتا کشور است. همزمان حوثی ها با شلیک موشک بالستیک و پهپاد به سمت اسرائیل ورود خود به جنگ را اعلام کردند و موجب توقف تجارت جهانی در یکی از مهمترین آبراها شدند. داره اشاره میکنه به اون چیزی که امروز از ایران و یارانش داره دیدیم. من دو سه تا نکته خدمت شما عرض میکنم بعد جمع‌بندی میکنم. 250 سال در این منطقه که دوچار سرگیجه بودیم، مثلا نفهمیدیم چه بر ما گذشت، نفهمیدیم چه گذشت، به خودمون اومدیم، نقشه‌ای در دستمون بود که از سر و گوشش زده بودن و شده بود یک گربه. اون چیزی که ما باید بهش فکر بکنیم و اون چیزی که باید براش برنامه داشته باشیم و اون چیزی که باید روش حساب بکنیم این هست که از مدل آمریکایی‌ها در جغرافیایی که درست کردن در آن سوی دنیا ایده بگیریم. من برخلاف خیلی‌ها تاکید می‌کنم، بر این باور هستم که ایده ایالت‌هایی که یک سرزمین مشترک بشوند ایده قشنگیه. این ایده خیلی خوبه، ایران باید ازش استفاده بکنه، منتها نه در درون جغرافیای خودش. در درون جغرافیای خودم که یک پیکر هستم به نام ایران بحثی روش ندارم، در منطقه باید ازش استفاده بکنم. یک ایالت مرکزی هست اسمش ایرانه، یکی دیگه میتونه باشه اسمش عراق باشه، یکی میتونه اسمش افغانستان باشه، یکی میتونه اسمش یمن باشه، سوریه باشه، لبنان باشه، فلان و فلان و فلان. اینا هر کدوم ایالت‌هایی باشن با محوریت ایران، با سیاست‌گذاری‌های جدای خودشون، نقشه‌های جدای خودشون، هزار و یک داستان جدای خودشون، در برخی موارد متحد عمل بکنن.
این اون چیزیه که ما الان بدون اینکه ازش حرفی بزنیم، بدون اینکه اذهان رو درگیرش بکنیم، داریم محققش میکنیم. بعد از 40 سال 1001 ضعف در حوزه اقتصادی وجود داره. بعد از حدود 40 سال 1001 ضعف در حوزه مدیریت مسائل در داخل ایران وجود داره. تنها اتفاق خوبی که رخ داده که مربوط به جمهوری اسلامی هم نیست، مربوط به 250 سال گذشته ای ماست، اینه که یه خورده از سرگیجه که داشتم تونستم فاصله بگیرم. تو گام بعدی باید تلاش بکنم که این محور قدرتمندتر بشه، مسلحتر بشه، هوشمندتر بشه و داستانهایی که در داخل دارم رو مدیریتش بکنم. اینها اگر در کنار هم اتفاق بیفته، آن چیزی که دنیای ما شاهدش خواهد بود یک ایران قدرتمنده که حالا نه در چارچوب یک منطقه، به وسط دنیا حرف برای گفتن داره. آیا طرف مقابل ما رو این شکلی فهمیده؟ گزارشاشو بخونید. آیا از ما ترسیده از این بابت؟ گزارشاشو بخونید. آیا داره باش مقابله میکنه؟ از داستانهایی که برای گرفتن آرامش مردم در ایران داره انجام میده، بحرانهایی که سعی کرده در حوزه اقتصاد رقم بزنه، با ناکارآمدی مسئولان در ایران هم به خوبی یک زوج موفق بوده تو بازی علیه ما، این کار رو انجام داده و با اقداماتی که در منطقه داره تلاش میکنه در مقابل ایران انجام بده. ما در حال رقم زدن یک اتفاق مهم هستیم. هر کسی که ایرانی است و ایران را دوست دارد باید در این لحظه آرزوی موفقیت برای به بار نشستن این تلاش ها بکند. نکته دیگه ای ندارم. اگر شما نکته داشتین، بحثی بود، حتما در قالب پیام برای من بفرستین. ایران 14313 پل ارتباطی من و شما، کمک بکنید که پیام های برنامه ما با پیام های شما کاملتر شه. بریم یک نمونه از پیام های ارزشمند دوستان رو ببینیم. در تو با اون برنامه‌ای که راجع به افول ارتش امریکا بود، می‌خواستم بگم که به نظر من، البته این نظر شخصی منه، ارتش امریکا افول نکرده. حالا شاید سیاستش، سلطه‌اش بر جهان افول داشته و مشکلاتی براشون پیش اومده و ضعیف شدن، این مشخصه. اما ارتششون به نظر من افولی نداشته. اینا 40 سال پیش ناو داشتن، جنگنده داشتن، موشک داشتن، کلاهک هسته‌ای داشتن، الانم دارن. مثلا 40 سال پیش اینا 1000 تا کلاک هسته‌ای نداشتن، الان بگیم 100 تا دارن و زورشون کم شده. همه اینا رو داشتن، فانتوم داشتن، پیشرفته‌ترشو دارن، B-51 B-52 همه اینا رو داشتن، الان هم دارن. داستان اینه اگه بخوایم مثلا آمریکا رو مقایسه کنیم با ایران، ایرانی که پیشرفت کرده. اینا 40 سال پیش میومدن میزدن و آبه میبردن و میکندن و میبردن، هیچ کم توان مقابله باهاشون رو نداشت. کما اینکه زمان جنگ ما با صدام، اینا همه جوری به صدام کمک کردن، ما هیچی نداشتیم. نه جنگنده درست حسابی داشتیم، نه تانک داشتیم، نه موشک داشتیم، نه پهپاد داشتیم. واقعا آسیب دیدیم و با دست خالی مقابله کردیم. اما الان قضیه فرق کرده. اگه جنگی هم بین ایران و امریکا رخ بده، به تبع تو جنگ ما هم آسیب می‌بینیم، کما اینکه تو این 250 سال گذشته همش آسیب دیدیم و یه تیکه از کشور ما رو جدا کردن. اما داستان اینه که طرف مقابل هم آسیب خواهد دید و این آسیب دیدنه براش دردناکه. اگه یه موشک بزنه، لااقل یه موشک هم می‌خوره. این به نظر من این پیشرفت نیروی نظامی کشوری مثل ایران هستش که در مقابل اونها، اونها همیشه مسلح بودن، عادت داشتن مقابل یه سری نیروی سر کشورها سر آدمای بی‌دفاع به جنگ ما قهرمان باشن. الان اینجوری نیست، الان ما هم سلاح داریم. موفق معید باشید. سلام و عرض ادب، خیلی از شما ممنونم. ما همیشه توی نگاه خودمون به مسئله این داستان افول آمریکا رو مطرح کردیم و افول نظامیش هم مطرح کردیم. این نگاه خیلی قشنگ بود، من خیلی دوست داشتم این نگاه رو، که آره این به لحاظ نظامی چیزیش از گذشته کمتر نشده. اون توان خودشو داره، تسلیحات خودشو داره. 5000 تا بمب اتمی اگر داشته، احتمالاً الان 5002 رو داره. حالا تو همین عددا دیگه، خیلی اینور اونور نیست. تسلیحاتش رو سعی کرده به روسر بکنه، اینور اونور تلاشای انجام داده. اون چیزی که رخ داده است اینه که ایران در این حوزه موفق شده است با داشته های موجود به توانی برسد که او برای مقابله با آن ایده ای ندارد. این بسیار ارزشمند بود، بسیار نگاه متفاوتی بود به مسئله که من از بابت بیانش از شما تشکر میکنم. امیدوار هستم این چیزهایی که داریم میگیم در حوزه نظامی، در مسائلی از این دست، بتونه در حوزه های دیگر هم خودشون نشون بده. تو اقتصاد ایران خودشون نشون بده، تو معیشت مردم ایران خودشون نشون بده، توی پزشکی و امثال اینها که خدا رو شکر به خوبی ما داریم رگه های ازش رو میبینیم، رگه های ازش رو میبینیم، به شکلی که بر روی گردشگری پزشکی ایران هم اثر داشته. گردشگری، حالا من کلمه دقیقش الان تو ذهنم نیست، ولی گردشگری سلامت، الان کلمش به ذهنم رسید، گردشگری سلامت روی این هم اثر داشته و همه اینها طبیعتاً به اقتصاد ایران هم کمک میکنه. امیدوار هستم به زودی بهترین ها برای ایران رقم بخورد، کما اینکه این مردم شایسته بهترین ها هستن. اگر نکته چیزی بود در قالب پیام برای من بفرستین، کمک بکنید که این برنامه با پیام های ارزشمند شما کامل‌تر بشه. خاک پای همه رفقا هستم، خیلی مخلصم، خیلی ارادت دارم، وقتتون بخیر.